ای ایرانی، هدفهای ترقی و پیشرفت در هر مملکتی زمانی تحقق پیدا می کند که مردم آن سرزمین دارای اندیشه های بلند و فضیلت های انسانی باشند و این موقعی امکان پذیر است که منافع شخصی را به کلی کنار بگذاریم و به فکر نجات ایرانمان باشیم و این موقعی امکان پذیر است که منافع شخصی را به کل کنار بگذاریم و به فکر نجات ایرانمان باشیم. فقط داشتن ثروت‌های طبیعی زیرزمینی کافی نیست تا بتواند خوشبختی برای ما بیاورد. اگر این ثروت‌های طبیعی توانست روزی در راه خدمت به مردم و بشریت صرف شود، آن وقت است که ما به خوشبختی واقعی خواهیم رسید. ای هموطن نازنین، رفته رفته دست‌های انسان‌های به ظاهر آراسته و به باطن کاسته باز می‌شود. نیرنگ‌هایی که به ما زده اند هر روز بیشتر و بیشتر بر ملا می‌گردد. هم میهنان عزیزم، از شما سؤال می کنم، چند نفر دیگر باید به بالای چوب های اعدام کشیده شوند؟ چند نفر دیگر باید در زندان ها گرفتار شوند و مورد انواع و اقسام تجاوزات و شکنجه ها قرار گیرند؟ چند نفر دیگر از زنان ایرانی باید جمجمه هایشان با سنگ های مردان قسی القلب متلاشی شود؟ چند نفر دیگر از هموطن های ما باید داغ جگرگوشه هایشان را ببینند؟ چند نفر دیگر باید در بدر دیارهای مختلف شوند و ما باید به چه درجه پستی و تحقیر جهانیان قرار بگیریم؟ آیا خار و خفیفتر از حال حاضر هم میتوان شد؟ و بالاخره تا چند سال دیگر باید صبر کنیم؟ آیا تا به حال به این مسائل فکر کرده ایم؟ هموطن، من و تو کسی را جز هم دیگر نداریم. که ما را از این باطلاق کثیف بیرون بکشد. پس من و تو باید دست به دست هم بدهیم و دانسته قبل از این که مسئله غنی شدن اورانیوم باعث نابودی ایران و بالاخره نسل انسانی در دنیا شود، بیا به صلح و آشتی برسیم. این همبستگی و صلح باید از مردم شروع شود، مخصوصا از ما مردم برون مرز. ما با هم همبستگی، ما باید با هم همبستگی داشته باشیم. داروی تو همبستگی است، اتحاد است، یک پارچگی است، عشق است، عشق. از تو ای ایران ما شرم ساریم که برای شناخت درد تو و درمان آن 31 سال
به طول انجامی. ای هموطن عزیز، بیاییم همه به صلح و دوستی و آرامش برسیم در کنار هم و مملکت عزیزمون رو از دست این جلادان، از دست استعمار، از دست این قاتلان نجات بدهیم. و این تصویری رو که میبینیم و این تابلو، تابلوی شما مردمه، این تابلویی که به وجود اومد تا مردم رو به هم بستگی و اتحاد دعوت کنه. روی سطح این تابلو ما افکار و عقاید مختلف رو در کنار هم میبینیم، ما فرزندان ایران رو در کنار هم میبینیم، چون همه ما نشسته در کشتی ایرانیم، ایران، و هر کدوم وظیفه داریم برای نجات این کشتی ارزشمند از این دریای طوفان خیز، از این دریای بلا برانگیز. باید دست هامون رو به هم بدیم، در کنار هم باشیم، غمخوار هم باشیم، تنها یک صدا داشته باشیم. نابودی این حکومت زور و ظلم و جهل و ستم و عقب موندگی و ضد انسانی که به زور به خورد مردم ایران دادن. در اینجا تصویر رستم دستان، مهدی رحیمی رو میبینیم در کنار این، همان ماه دروغینیه که به مردم ایران نشون دادند و گفتند ببینید خمینی توی ماه و مردم رو گول زدند. ببینیم از این ماه، از این ماه دروغین سیلاب خون جاری شد بر سرزمین ایران. فرزندان ایران رو ببینیم، داریوش و پروانه فروهر که مثل بابک خرمدین چهره رو خونالود کردند، کوروش بزرگوارمون، پهلوان شجاعت، مهاتما گاندی، جوون عاشق ایرانی کنار دانشگاه تهران، افکار دالای لاما، اسکلت های دفرمه بسیاری خونالود در خاک سرزمین ایران. دانشگاه تهران، شعبان جعفری، زمین و آسمون خونالود از خون پاکترین، با سوادترین، ارزشمندترین جوانان وطن، آشویتز، داخاو، برگن بلزن، جایی که کلیمیان رو بی گناه سوزوندند در کنار سینما رکس، سینما رکس آبادان، قتلگاه مردم پاک و نجیب و شریف شهر پر محبت آبادان. دروازه برلین، جایی که بسیاری از ایرانیان پناهنده، غریب، دور از وطن، سرگشته به دنبال نجات بودن. کلیسای دوم شهر کلن، جایی که من در اونجا زندگی کردم. برج پیزای ایتالیا، آیفل تورم پاریس و فردوسی بزرگوار، یعنی فرزندان فردوسی پراکنده در سراسر عالم. بانوی ارزشمند ایرانی خانم فرخرو پارسا، وزیر آموزش و پرورش، در کنار بانوی ایرانی سنگسار، سکینه، طاهره قرة‌العین، طاهره قرة‌العین، سمبل آزادی زن ایرانی، سمبل فهم و شعور و دانش و سواد و برتری و بزرگی و مهربانی و شجاعت. محمد رضا شاه آریامهر، پدر سرزمین ایران، در فضای خونالود. مهدی رحیمی که از قلبش منصورهای حلاج بیرون میاند، میرقصند، سماع میکنند شاهنامه مردم ایران،
شاهنامه و عالی جناب بزرگ فردوسی بی همتا در صدفی که خونه مرواریده. منظورم اینه که زن، مادر ارزشمندترین وجود این هستیه، باید به مادر احترام گذاشت، باید خاک پای قدم مادر بود.